دیگه دی قصه را از نو بنویس. یکی بود و یکی نبود، غیر از خدا هیچ کسی نیست. از نردبون آسمون بالا برو ستاره باش، نشون بده که عاشقی، منتظر اشاره باش. بی توی مشکلات این همه دست و پا زدی، قصه نخور مشیعه ای، ما اسم ازم بلدی. غنیمت فرصت آم لحظه ی ناب بندگی، با قصه ها کنار بیا، مثبت خیلی زندگی. غنیمت فرصت آم لحظه ی ناب بندگی، با قصه ها کنار بیا، مثبت خیلی زندگی. سلام بر یاس بانوی احتاط، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیکا. سلام بر سلام که نام توست، ارباب خوبی ها، آقای مهربانی، آقا امام حسین علیه السلام. سلام بر حرم غیرت، ارباب آب و ادب، آقای وفا، آقا ابوالفضل عباس علیه السلام. سلام بر شاهزادگان عالم، فرزندان آقای مهربانی، آقا امام حسین علیه السلام. سلام بر بانوی صبر و ایثار، زینت پدر، زینت آل الله، بانوی برای تمامی لحظات، حضرت زینب سلام الله علیها. سلام بر یاران و حبیبان عشق در حضورش، سلام بر فرشتگان و مقربین بر گردش، آقای مهربانی، آقا امام حسین علیه السلام. سلام بر اولیا و اوصیا در حضور امن عشق، ارباب خوبی ها، آقا امام حسین علیه السلام. سلام بر کربلا، سلام بر تربت پاک کربلا، بین الحرمین، سلام بر بین الحرمین که دشت آلاله هاست، دشت بهشت است، سرزمین عشق است. اینجا میان عشق و مهربانی و وفا حضور دارد. سلام، سلام بر زائران آقای مهربانی، آقا امام حسین علیه السلام. سلام بر خادمان ارباب خوبی ها، آقا امام حسین علیه السلام. سلام بر آقای منتظر، آقای تنهایی،
آقای احساس، آقا صاحب از زمان، عجل الله تعالی فرجه شریف. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلامی به درخشندگی خورشید، به زیبایی ماه، خدمت شما مهربانان، شما که انسانیت رو تفسیر میکنید، شمایی که دست زمین افتاده ای رو میگیرید و هم نوع خودتون کمک میکنید، شمایی که پر از مهربانی هستید و عشق و محبت و وفا. خوش آمدید به مثبت زندگی. اینجا سرزمین عشق، اینجا دشت آلاله ها، ما اینجا در کنار حرم و بارگاه آقا امام حسین علیه السلام، همچنین در کنار حرم و بارگاه آقا ابوالفضل عباس علیه السلام در خدمت شما خوبان هستیم به طور زنده و مستقیم. من محمد مسائلی و همراه همکارانم دست به سینه در خدمت شما بزرگواران هستیم. دوستان خوبم، من همین الان به نیابت تک تک شما خوبان که در هر کجای این کره خاکی هستید و امواج ما به صورت این امواج مغناطیسی به منزلهای شما خواهد آمد، برای شما نایب زیاره خواهم بود. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا الفضل عباس. زیارتتون قبول باشه. خوش آمدید به استدیوی مثبت زندگی. دوستان خوبم، از همه مهربونی های شما بسیار سپاسگزارم. از همه خوبی های شما بسیار سپاسگزاریم. همه ما که تلاش میکنیم لحظاتمون رو با شما تقسیم بکنیم، این لحظاتی که اینجا در این سرزمین، در سرزمینی که فرشتگان حضور دارند، اولیا و انبیا حضور دارند، اینجا حضور دارند همه خوبان، همه اولیا و اوصیا، همه امامان حضور دارد، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. و این روزها و این شبها ایامی است، ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، و ما
تعزیت و تسلیت خودمون رو خدمت آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف، این آقا امام حسین علیه السلام، همچنین آقا ابوالفضل عباس علیه السلام، همچنین به تمام شما شیعیان در هر کجای این کره خاکی هستید عرض میکنیم. دوستان خوبم، با ما تماس بگیرید، عکس ها، مطالب، دلنوشته ها، عاشقانه هاتون روی واتساپ پیغام بذارید برای ما. برنامه هایی رو که دوست دارید ببینید به سایت شبکه جهانی آقا امام حسین علیه السلام رجوع بکنید و از طریق یوتیوب ببینید، اینستاگرام ما رو سر بزنید، فیسبوک ما رو سر بزنید. خوشحال میشیم که با شما در تماس هستیم و همه اینها باعث میشه که ما انگیزه بیشتری داشته باشیم، قدم هامون رو بیشتر و بیشتر برداریم. سپاسگزار همه شما خوبان هستیم. روزها را به امید آن که نگاهت فردا بر پهنه آسمان درخشیدن گیرد، به شبهایم گره میزنم و دست بر دعا. انتظار فردایی را میکشم که از حریم امن خیش درآیی و دلدادگان دیرینت را با آب زلال مهربانیت سیراب کنیم. هر شب که ماه بر آسمان می افتد، غمی دلگیرتر از همیشه تمام وجود عاشقانت را می گیرد و امید دیدنت باز شکل می گیرد. و من حماسه شاعرانه در وجودم متبلور می شود و شعر هجران به شعر انتظار تبدیل می شود و شاعر در لابلای ابیات ترک خوردهش به دنبال تو می گردد. تو ای زلال تر از باران، نازک تر از نسیم، دل بی قرار من، مولا جان بیا که وقت ما اندک، حرف ما بسیار و دل ما بی قرار. فصل عاشقی، دفتر 39. بشتابه ای منجی عالم، بشتابه ای روح عدالت، بشتابه ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه ای از تو بزرگی، بشتابه ای از تو جلالت، بشتابه ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشرستی، ابو صالح توی که ملک فقیرته، توی که دلا اسیرته، ابو صالح توی که دلا اسیرته، ابو صالح توی که ملک فقیرته، توی که دلا اسیرت، توی که دلا اسیرت. خیلی خیلی خوش آمدید به مثبت زندگی. از اینکه مهمان خانه های گرم شما خوبان هستیم بسیار خوشحالیم و به خودمون میبالیم که این لحظات و این روزها رو در خدمت شما بزرگواران هستیم. و اما
صحبتهایی که در چند شب گذشته خدمت شما بزرگواران کردیم در مورد الگو پذیری از سیره و رفتار حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بود که مطالب گسترده‌ای رو خدمت شما خوبان گفتیم تا رسیدیم به بحث ازدواج، که بحث ازدواج رو توی شب‌های گذشته برای شما خوبان باز کردیم و مطالب در این مورد بسیار زیاد هست. مطلب عمده‌ای که در شب گذشته خدمت شما خوبان عرض کردم میخوام در یک جمله کوتاه بگم و بعد ادامه صحبت‌ها رو خدمت شما خوبان باشم. رجوع میکنم به یک روایت که آقا امیرالمومنین علی علیه السلام از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها پرسیدند چرا از رنج گرسنگی و بی غذا ماندن خبر نکرده اید مرا؟ فاطمه زهرا سلام الله علیها در پاسخ فرمودند ای ابوالحسن، من از خدای خود شرم میکنم که به تو تکلیفی کنم که قادر به انجام آن نیستی و شرایط آن را نداری، و نفرمودند من از تو که همسرم هستی شرم میکنم. عمده ترین مطلب اطاعت از خداوند، بندگی کردن، رضایت خدا رو در نظر گرفتن در تمام مسائل و که در زندگی ما جاری و ساری باید باشد تا بتونیم خوشبختی خودمون رو ضمانت بکنیم. به وسیله اطاعت کردن از خدای بزرگ و مهربان و برای رضای خدا کارهامون رو انجام بدیم. ائمه علیهم السلام برای رضای خدا فرزندشون رو دوست داشتن، برای رضای خدا همسرشون رو دوست داشتن، برای رضای خدا کارهاشون رو انجام میدادن. برای همین در اوج خوشبختی و در اوج خوشبختی ابدی همواره بودند، هستند و خواهند بود. اما همه این حرفا رو خدمت شما بزرگواران داریم میزنیم که به مطالب ارزشمندی راجع به این که چه کارهایی باید انجام بدیم تا در مسیر ازدواج قرار بگیریم و چه چیزهایی مهم هستند. افرادی که از هوای نفس دور هستند، اخلاق شایسته و انجام وظایف خانوادگی را عبادت و کسب رضایت الهی می دانند، در نتیجه زندگی آنها با صفا و صمیمیت تداوم دارد. بنابراین اولین درس از زندگی فاطمه زهرا سلام الله علیها نگرشی توحیدی با کانون خانواده است که آن را به استوارترین نهاد اجتماعی مبدل می کند. در مورد اون روایتی که خدمتتون عرض کردم، اینکه دیروز هم خدمت شما بزرگواران عرض کردم، ما توقعات و خواسته هامون از همسرانمون به چه گونه است و شرایط و موقعیت و توانایی همسرانمون در چه حدیه، باید ببینیم خانواده ها چقدر توانایی دارن، مخصوصا کسانی که در ابتدای مراحل ازدواج هستن و میخوان یک زندگی خوشبخت رو شروع بکنن. اینها خیلی مهمه. بیایم همدیگر رو بفهمیم، چه مرد چه زن، زوجین همدیگر رو بفهمن که در چه موقعیت و چه جایگاهی هستن و چقدر باید به چیزها و ظواهر دنیا اهمیت بدن. مهمترین مطلب، مهمترین چیز رضایت خداونده که به وضوح در زندگی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها این مطلب رو میبینیم. ما باید از سیره و راه و روش و زندگی و مسلک حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها الگو بگیریم. رضایت خداوند برامون اولین و بالاترین قدم باشه. وقتی که این اتفاق بیفته، اون وقت اتفاقی که برای ما میفته اینه که خیلی بهتر میتونیم از کنار همه مسائل عبور بکنیم، میتونیم به راحتی یک زندگی خوشبخت رو همراه با خوشبختی رو شروع بکنیم که مستلزم اینه که همدیگر رو یک کمی بیشتر بفهمیم، یک کمی بیشتر درک بکنیم تا خواسته هامون و آرزوهامون
اون وقت شکل واقعی تری به خودش بگیره. مطالب دیگری که میخوام خدمت شما دوستان خوب عرض بکنم، یکی دیگر از اصول اولیه در ازدواج رضایت طرفین است. در صورت ناخشنودی یکی از زوجین، بنیاد ازدواج مستحکم نخواهد بود، زیرا داشتن خانواده سالم و استوار و همراهی با همسری همدل و همزبان مهمتر از تشکیل خانواده است. یعنی انتخابی که داریم، یعنی طرفین باید رضایت داشته باشن نسبت به هم دیگه، و اینکه این رضایت باید جاری و ساری باشه. اگر به زور بخوایم کاری رو انجام بدیم، به زور بخوایم دخترمون رو به کسی بدیم یا به پسرمون بگیم که حتما باید با این دختر ازدواج بکنی، این خیلی بده. یعنی از همون شروع کار همه اتفاقات بدی که قرار بیفته میفته، سرانجامی نداره. همه ما میدونیم و مسلماً دیدیم و شنیدیم. پس باید رضایت طرفین حتما باید باشه، چرا که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در هنگامی که آقا امیرالمومنین علی علیه السلام آمدند برای خواستگاری کردن از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، خدمت رسول الله رسیدند، آقا رسول الله به خدمت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رسیدند و از ایشون سوال کردند. حالا این روایت رو من خدمت شما بخونم به این شکله که در روایتی از آقا امیرالمومنین علی علیه السلام آمده است: پس از آن که پیامبر صلی الله علیه و آله تقاضای ازدواج مرا با دختر خیش فاطمه زهرا سلام الله علیها در میان گذاشت، آن حضرت سر به زیر افکند و چیزی نگفت. رسول خدا صلی الله علیه و آله دریافت که فاطمه سلام الله علیها به این ازدواج موافق است، آنگاه فرمود: سکوت او نشانه رضایت اوست. در روایت دیگری هم آمده است که فاطمه زهرا سلام الله علیها رضایت خود را این گونه اعلام فرمود: من با آنچه که خدا و رسولش راضی و خوشنود هستند راضی هستم. و سوال و نظرخواهی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از فاطمه زهرا سلام الله علیها خود دلیل روشنی بر اهمیت، بر رضایت و میل ازدواج می باشد، زیرا اگر این محبت و علاقه در همین ابتدای کار وجود نداشته باشه، زندگی به سرانجام نمیرسه. اگه میخوایم پله های مثبت زندگی رو طی بکنیم، پس باید همدیگر رو بپذیریم، رضایت از همدیگه داشته باشیم تا قدم های اولیه رو طی بکنیم. به این فکر بکنید، من در خدمت شما هستم. بزرگوار وقتی کمرشون در اثر ضربه دشمن آسیب دیده بود، حضرت علی نفهمیده بود تا وقتی که در قبر مبارکشون گذاشتن، ولی الان در حال حاضر خانمایی که هستن در اثر کوچکترین ناراحتی بلافاصله تا آقاشون از در میان شروع میکنن به گفتن و خونهشون رو تبدیل به جهنم میکنن. میخوام از این رفتار حضرت فاطمه یاد بگیرن اگر شیعه حضرت علی و حضرت فاطمه هستن.
دوست هنرمند و نقاش من در فضای استدیو مثبت زندگی حضور دارند و دارند عاشقانهاشون رو به صورت خط، رنگ، نقاشی بر روی بوم نقاشی حک میکنند و رنگ میکنند. راجع به نقاشیشون که برای من توضیح دادند، اینکه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در مدینه در کنار پدر بزرگوارشون رسول خدا صلی الله علیه و آله حضور دارند و عبادت میکنند. بسیار رنگ ها و ایده ها، نقش ها و دلگفته ها و عاشقانه های این دوست خوب نقاش من زیبا و دوست داشتنی، و میدونم شما هم از این نقاشی ها لذت کافی رو میبرید. اما در ادامه صحبت هایی که در مورد ازدواج خدمت شما خوبان داشتم عرض میکردم، پس این رضایتمندیه در اولین مرحله بسیار مهمه. راضی باشیم از همدیگه، یعنی همدیگر رو بپذیریم و روی اجبار نباشه، چرا که ازدواج اگر روی اجبار باشه، پله اول مثبت زندگی رو، پله اول خوشبختی رو خطا رفتیم و نتیجه نمیگیره. اما در ادامه هم رتبه بودن در ازدواجه. حالا این هم رتبه بودن رو من خدمت شما توضیح خواهم داد که چیه. از دیگر نکات مهم در امر ازدواج توجه به اصل همانندی و هم رتبه بودن است که این امر در ازدواج حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده. البته بر طبق تعالیم اسلامی این همانندی و هم رتبه‌ای بودن بیشتر در خصوص ایمان و اخلاق است و ملاک‌های قوی طبقات و اقتصادی مورد نظر نیست. فاطمه زهرا سلام الله علیها در مراتب ایمان و تقوا هم رتبه بودند و همتای جز آقا امیرالمومنین علی علیه السلام نداشت. به همین دلیل وقتی فاطمه زهرا سلام الله علیها به سن ازدواج رسید و اکثر بزرگان و شخصیت‌های برجسته عرب به خواستگاری ایشان آمدند، رسول خدا صلی الله علیه و آله با جواب منفی همه را مایوس کرد و در برابر اصرار آنها حتی خشمگین شد. اما در ازدواج با آقا امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودند اگر این نبود که خداوند علی علیه السلام را برای فاطمه سلام الله علیها آفریده است، در روی زمین هم رتبه و همتایی برای او پیدا نمی‌شد. بنابراین یکی از عوامل موفقیت در ازدواج همتایی زوجین است که با توجه به روایات این همشأن یا هم رتبه به معنای همتایی در ایمان و ارزش‌های اخلاقی است. این امر باعث رضایت زوجین در فضای مشترک و دوری از اختلافات می شود و در غیر این صورت ممکن است هر یک از زوجین یا هر دو همسرشان را لایق همسری خود نبینند. دوستان خوبم، این هم رتبه بودن و همشأن بودن مسائل ایمانی و اعتقادی و اخلاقی و مسائل اقتصادی و طبقاتی نیست. یعنی اینکه اگر اون رضایت شکل گرفت در ابتدای کار و اون اتفاق افتاد و در حقیقت رضایت دادیم به اینکه همدیگر رو بپذیریم و هم در کنار همدیگه باشیم، مهمترین مطلب بعد از این پذیرفتن اینه که ما از نظر ایمانی با همدیگه در ارتباط باشیم، از نظر اخلاقی با همدیگه همشأن باشیم، همدیگر رو در یک راستا ببینیم، به همدیگه احترام بذاریم و تمام مسائل و مطالبی که مرتبط میشه به اینکه زندگی آینده ما به چه شکل پیش خواهد رفت، و این مهمترین مطلبه. من دیدم اغلب بر روی مسائل خیلی جزئی، خیلی مسائلی که اصلا یعنی مناسبتی نداره، که ازدواج، یک دوست داشتن، یک اتفاقی که قرار بیفته و یک زندگی قرار شکل بگیره، همون ابتدای کار از بین میره، فقط و فقط به دلیل اینکه ما اختلاف طبقاتی داریم، اختلاف نمیدونم مالی داریم، مشکلات داریم و نمیتونیم با هم دیگه کنار بیاییم. همیشه اون چیزی رو که ما میخوایم، یعنی فکر میکنیم که اگر که حالا یک کسی بره
و یک آدم فقیر رو بگیره مسلماً کسر شأنش خواهد شد. اصلاً اینطوری نیست. به چه بسا با گرفتن اون همسر زندگی ما کلی تغییر بکنه. مشکلات ما، اون خوشبختی ابدی، اون خوشبختی که همیشه دنبالش هستیم رو به دست بیاریم. و برعکس اگر این اتفاق بیفته، یعنی اینکه به این فکر باشیم اگر فرزندان ما دارای تقوا، ایمان، عشق، محبت به آل الله هستند و میتونند یک نفر دیگر رو خوشبخت بکنن، چه اشکالی داره؟ چه اشکالی داره که راحت باشیم؟ این سخت نگیریم به فرزندانمون، سخت نگیریم به کسایی که همدیگر رو دوست دارن. مسلماً به یک درجه از آگاهی رسیدن، به یک درجه از رضایت رسیدن که این اتفاق شکل گرفته. پس بیاییم بزرگترها کمک بکنیم و فضا رو آماده بکنیم برای خوشبختی فرزندانمون. بی توجهی به ظواهر مادی و ارزش‌های کاذب در ازدواج. ازدواج امر مقدسی است. توجه به ارزش‌های ظاهری در مقدمات ازدواج نظیر مهریه، جهیزیه، برگزاری مراسمات و تشریفات ازدواج و غیره زمینه را برای بروز کدورت‌ها و مشکلات خانوادگی به وجود می‌آورد. گاهی به واسطه سنگینی مراسم ازدواج ارزش‌های حقیقی از بین می‌رود و در آغازین ساعات زندگی مشترک مشکلات و اختلافات فراوانی به وجود می‌آید. یه دوستی من دارم خیلی جالبه. خب قصه ازدواج کردنش رو برای شما تعریف بکنم راجع به همین مطالبی که خدمت شما دارم عرض می‌کنم. یک روز از این روزها دوست من به من زنگ زد. در سال‌های گذشته گفت پول داری؟ گفتم چقدر میخوایی؟ گفت 50,000 تومان. گفتم باشه کجایی؟ گفت فلانجا. گفتم الان میارم برات. رفتم و پول بهش دادم. بهش گفتم پول برای چی میخوایی؟ گفتش که میخوام ازدواج کنم. گفتم با 50,000 تومان؟ گفت آره. گفتم او واقعا کارت درسته. بعد ازش پرسیدم، بعد از اینکه یه مدتی گذشت رو سالها گذشت و ازش پرسیدم که و الان بسیار خوشبخته، بسیار موفقه، انسان بسیار دوست داشتنی هم هست و خانواده بسیار خوب در کنار همدیگه خوشبخت دارن زندگی میکنن، انشالله که همواره در کنار همدیگه باشند و سایهشون بالای سر فرزندشون باشه. دیدمش و بهش گفتم چه اتفاقی افتاد؟ گفتش که من به همراه مادرم رفتیم خواستگاری، همونجا گفتم که من همسر میخوام شما رو به همسری برگزینم و اینم شرایط منه. پدرشون رو هم ایشون گفتن مشکلی نداره. و ما بسیار بسیار عاشقانه، بسیار بسیار رمانتیک به قول معروف، و اون 50,000 تومان گفت صبحش رفتیم حقیقتش 30,000 تومان دادیم توی محضر، عقد کردیم و 20,000 تومانش رو هم با خانواده همسرم که حالا دو تا خواهر داشت و پدر و مادر همسرش رفتیم یه شام خوردیم و تمام. و بعد از این اتفاق برکت توی زندگی من سرازیر شد. چرا؟ چون موضوع مهره، مهریه. یعنی امروز داشتم با یه دوستی صحبت میکردم راجع به همین مطالبی که میخوام شما خدمت شما دوستان خوب عرض بکنم، این که صحبت سر مهر و مهریه و ایشون به من گفت مهریه یعنی چی؟ مهریه یعنی مهر ورزیدن. مهریه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها چه چیزی بوده؟ همه شما خوب میدونید. آب. و چیزی که بسیار مهمه این که وقتی ما داریم میگیم مهر به همدیگه بورزیم و این مهر ورزیدنه، این قصه‌ای که قرار اتفاق بیفته برای زندگی ما، برای آینده ما، برای خوشبختی ما، با پول و با اینجور چیزها شکل نمیگیره. با عشق، با مهر ورزیدن، با
محبت داشتن نسبت به همدیگه شکل میگیره. حالا توی همین صحبتهایی که داشتیم میکردیم و راجع به مهریه صحبت میکردیم، یکی دیگر از دوستان خوب من هم که حضور داشت و قصه ازدواجش رو برای ما تعریف کرد که واقعا من حقیقتا دوست داشتم این قصه ازدواجش رو، گفت سر سفره عقد ما یه اتفاق جالبی که افتاد این که روزه برگزار شد، روزه عاشقانه، یعنی در شروع و ابتدای زندگی ما یک روزه اتفاق افتاد، یک روزه‌ای که روزه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. چقدر قشنگ آدم همون ابتدا سر سفره عقدش عهد و پیمان با ائمه اطهار علیهم السلام می‌بنده. چقدر محبت داره، چقدر عاشقانه است، چقدر پر از لطافته. و کل مهریه چی بوده؟ کل مهری رو که به هم دیگه دادن، سفر کربلا، سفر مکه و مهری که مهری عقد فاطمه زهرا سلام الله علیها. و این زندگی یعنی خوشبختی. اگه دنبال خوشبختی میگردیم اینه، دنیا مال دنیاست و حاشیه ها رو رها کنیم، حاشیه هایی که باعث دست و پامون رو میگیره، دست و پاهامون رو میگیره بابت اینکه یک زندگی خوشبخت داشته باشیم. یک ببینید در سیره و راه و روش حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به راحتی و به زیبایی همه چیز رو به ما نشون دادن. ما شیعه آقا امیرالمومنین علی علیه السلام هستیم و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. اگر از راه و روش اونها داریم پیروی میکنیم، پس چرا اینقدر دنیاهامون رو کوچیک میکنیم؟ خوشبختی هامون فراتر از این صحبت هاست، بالاتر از این صحبت هاست. خیلی صحبت کردم، میدونم بهش فکر میکنید، در خدمتون هستم. بسیار بسیار خوش آمدید به مثبت زندگی. دوستان خوبم، بحث و صحبت کردن راجع به ازدواج مطالبش بسیار زیاده. حالا انشالله که برسیم همه مطالب رو بیان بکنیم شما خدمت شما خوبان و بتونید در زندگی هاتون استفاده بکنید و به کار ببرید، در زندگی هامون استفاده بکنیم و به کار ببریم. و اما چون فرصتمون کمه و میدونم منتظر هستید درب بهشت باز بشه و عاشقانه های شما در این فضا و در این مکان پراکنده بشه، پس میریم به سراغ درب بهشت. بفرمایید بهشت، خوش آمدید بهشت. بفرمایید مهربانی، بفرمایید عشق، بفرمایید لحظات ناب دوست داشتنی، لحظاتی که مسلماً همه شما الان دلهاتون رو پرواز دادید، دلهای عاشقتون رو سوار بر بالهای دلتون شدید و در این فضا و در این مکان حضور پیدا کردید. اینجا درب بهشته و ما در کنار ارباب وفا آقا ابوالفضل عباس علیه السلام هستیم و همچنین در کنار حرم و بارگاه آقا امام حسین علیه السلام هستیم و من بار دیگر به نیابت از همه شما، تک تک شما، هر کجای این کره خاکی که هستید، دست بر سینه میذارم، سرخم میکنم و نایب و زیاره همه شما هستم که انشالله شما هم
زائر این آب و خاک باشید. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا الفضل عباس. زیارتتون قبول باشه و خوش آمدید، خوش آمدید به سرزمین عشق، به سرزمین آلاله ها. سلام، خسته نباشید. البته ما خسته ایم، ما خسته دلیم، نه شما. قرار بود برای اواخر ایام فاطمیه کربلا باشیم، بهترین روزهای سال رو از 25 اسفند تا 2 فروردین، ولی قسمت نشد، مثل اینکه لیاقت نداشتیم. از شما التماس دعا داریم. 901-958-06. یه مطلبی رو خدمت شما خوبان من عرض بکنم بابت اینکه من اون هدایایی که خدمت شما دوستان عرض کردم که اگر حضور پیدا بکنید در روزهای ابتدای سال، در عید نوروز اینجا حضور پیدا بکنید، به شبکه جهانی آقای امام حسین علیه السلام مراجعه بکنید، اون هدیه بسیار ارزشمند رو خدمت شما تقدیم خواهیم کرد، تربت پاک آقای امام حسین علیه السلام رو. من آماده کرده بودم که نشون شما دوستان بدم که اگر که دوستان صدای من رو میشنون و هست بیارین، اگر نه که شب دیگری خدمت شما خوبان ارائه خواهم کرد. شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و ایام فاطمیه را تسلیت میگوییم. 915-129-62. السلام علیک یا صدیقه شهیده، شهادت مظلومانه بانوی دو عالم و پاره تن پیامبر صلی الله علیه و آله و بر همگان تسلیت و تعزیت باد. 938-510-69. سلام آقا جون، مشکل دارم، تو رو قسم میدم به مادرت زهرا کمکم کن. 918-328-19. بر حاشیه برگ شقایق بنویسید گل تاب فشار در و دیوار ندارد. سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها تسلیت باد. 936-554-20. مثبت زندگی با سلام، لطفا سلام من گناهکار رو به آقا امام حسین علیه السلام و برادر با وفاشون برسونید، ممنون میشم. ابراهیم هستم از کرج. 935-580-20. سلام بر آقا امام حسین، سلام بر آقا قمر بنی هاشم، خیلی حاجت دارم آقا، کارت دعوتم رو امضا کن تا بیام به کربلا انشالله که بتونم بیام. التماس دعا. با تشکر از شما. 938-541-10. سلام، خسته نباشید. السلام علیک یا سار الله. آقا منم بطلب که بیام خدمتتون، بیام پابوستون. 917-204-80. خدایا قسمت میدم به مادرت یا امام حسین، هیچ خانومی رو حسرت به دل مادر بودن نذار. الهی آمین. 930-203-60. سلام بر حضرت زهرا سلام الله علیها، بر محسن زهرا سلام الله علیه. شهادت حضرت صدیقه طاهره را خدمت آقا امام زمان جل الله تعالی فرجه و شریف تسلیت میگم. 935-804-56. السلام علیک یا امام حسین، السلام علیک یا ابوالفضل. آقا جون قربون بزرگیت بشم، شهادت مادر بزرگ عالم رو تسلیت میگم. آقا از صمیم قلب دوستت دارم. 933-986-37. سلام یا امام حسین، خیلی دوستت دارم. 933-986-37. السلام علی الحسین، علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. آقا جان دلم از درد و قصه خونه، مریضم، جایی ندارم برم، فقط به این شبکه پناه آوردم، منو پناه بدید. 930-151-26. شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها تسلیت باد. اللهم عجل ولیک الفرج. 938-376-46. مثبت زندگی سلام. سلام آقای مسائلی، خدا قوت. سلام ما رو از راه دور گیلان خدمت دو امام خوبی ها برسونید و از طرف ما ایام فاطمیه خدمت دو امام مهربان تسلیت بگید و همچنین خدمت تک تک شما خادمین آقا تسلیت عرض میکنیم. حمیده و عباس از گیلان. 937-639-95. امام حسین من توبه کردم، به خاطر خدا منو ببخش و نجاتم بده. 915-129-94. امیدوارم که لحظاتتون پر باشه از حضور در این مکان و در این فضا. بسیار خوب،
اگر که دوست خوب من عکس پیر غلام امشب رو هم نشون بدن، بله، خادم الحسین علیه السلام مرحوم حاج احمد اسدی پور، خداوند روحشون رو قرین رحمت و مهربانی خودشون بکنه و همچنین روحشون رو با آقا امام حسین علیه السلام محشور کنه. دوستان خوبم، باز هم تاکید میکنم، من باز از اثار آوردم که شما خدمت شما خوبان عرض بکنم که یادمون باشه به ریش سفیدا احترام بذاریم، به بزرگترامون احترام بذاریم، به پدران مادرانمون احترام بذاریم، چرا که اونا خوشبختی ما رو میخوان و مثبت‌های زندگی ما رو میخوان. و اما اگر دوست خوبم زحمت بکشین و عکس دیگری رو نشون بدید ممنونتون میشم. بله، دیروز که ما عکس یک کودکی رو نشون دادیم که گفتیم دکترها جوابش کردن، امشب هم یه عکس دیگری برای ما فرستادن. این از این عکس‌ها زیاد شد، ما تصمیم گرفتیم که این عکس هم پخش بکنیم. زهرا کوچولو، این کودک، این مثبت زندگی، این گل زیبا، ایشون هم دچار مشکل و بیماریه، براش دعا بکنید. هر کجای این کره خاکی هستید، برای همه فرزندانمون، برای همه کسانی که مشکلات دارن، بیماری دارن، دعا کنید. انشالله که هرچه زودتر این فرزند دوست داشتنی شما خوب بشه و همه شما خوبان هم برای این گل دعا بفرمایید که هرچه زودتر خوب بشه. و اما عکس دیگر رو نشون بده دوست خوبم. بله، گفته بودم از سفره‌هاتون، از کارهایی که انجام میدید توی خونه برای ما بفرستید. اینم سفره صلوات 14 معصوم علیه السلام. اول هر ماه این دوست خوبمون برامون نوشته که من اول هر ماه سفره صلوات برگزار میکنم و عکسشو برای ما فرستاده. بسیارم کار قشنگیه، ما رو هم دعا بفرمایید. از شما خوبان بسیار سپاسگزارم. عکس بعدی رو لطفاً نشون بدین. بله، این سفره هم حضرت رقیه سلام الله علیها از هلند برای ما این عکس رو فرستادن که دیشب انگار بر این سفره رو پهن کردن و توی اون فضا و توی اون مکان و در اروپا مسلماً خب یک کمی امکانات اینجوری مسلماً کمتر خواهست و اینها عاشقانه هاشون رو اینجوری پهن کردن و نثار حضرت رقیه سلام الله علیها کردن. و امیدوارم که ما رو هم از دعای خیر خودتون بی نصیب نذارید. اگر مراسمی، مطلبی در منزل‌های شما اتفاق میفته برای ما بفرستید، ما اینجا به اشتراک خواهیم گذاشت برای همه مردم دنیا. خوبان من، یک چند تا از پیام‌های واتساپی شما رو بخونم که انشالله بسیار خوب. رفقا به من میگن زیاد تایم نداریم، امیدوارم که من خجالت زده همه شما خوبان نشم. یک پیغام برای ما اومده از طریق پیامک. سلام بر شما، رضا از افغانستان. خواهش میکنم برای پسرم دعا کنید یا حسین. انشالله که چشم، و امیدوارم شما خوبان هم برای همه کسانی که گرفتارن، مشکلات دارن، میخوان ازدواج بکنن، بی کسن، تنها هن، مشکلات مادی دارن توی این روزهای آخر سال شمسی، مشکلات خاص خودشون رو دارند، کمک به نیاز به دعا دارند. و اگر هم میتونیم به همدیگه کمک بکنیم و همدیگه کمک بکنیم، چه اشکال داره اگر که احوال همسایه‌مون رو بپرسیم؟ چه اشکال داره در این روزها و در این شبهای آخر سال احوال بپرسیم؟ از خانوادهمون احوال بپرسیم، از دوستانمون، از همسایه‌هامون؟ کمکی نمیخواید، کاری ندارید، چیزی نمیخواید، و دل همدیگر رو شاد کنیم. بیایم مهربونی هامون رو تقسیم کنیم، پراکنده بکنیم، برای همدیگه عاشقانه هامون رو بفرستیم. چه اشکالی داره؟ به خود آقا امام حسین علیه السلام 10 برابرش به شما میدن، 100 برابرش به شما میدن و بهترین هاشو به شما میدن. 912-525-54 خدمت شما خوبان عرض بکنم که 930-199-95 آقا جون سلام قربونت برم. 917-351-42 سلام لطفا نایب زیاره ما باشید. 916-333-64 سلام یا حسین.
از 2031-684-1567 و شماره آخرش از هلند تشکر کردن، سلام فرستادن بر آقای امام حسین علیه السلام. 937-825-26 السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا الفضل عباس. آقای مساری سلام، تو رو خدا برای تمام پدرهای زحمتکش رو به پنجره عاشقانه هاتون دعا کنید و برای سلامتیشون صلوات بفرستید. چشم، همین الان صلوات بفرستم برای همه پدران خوب، همه پدران مهربان، همه پدران در هر کجای این کره خاکی که هستند. شما هم همراه من صلوات بفرستید برای همه پدران. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان خوب، 917-650-3023 سلام فرستادن، سلام علیک یا ابا عبدالله. 936-292-86 السلام علیک یا ابا عبدالله. 933-539-14 سلام فرستادن و چند تا مطلب دیگه. 936-365-12 سلام خدمت شما، ارادتمند همه شما هستیم، نائب زیاره همه ما باشید. دوستان خوبم، از اینکه ما رو همراهی کردید بسیار سپاسگزاریم، از اینکه برای ما پیغام میفرستید بسیار سپاسگزاریم. همراه ما باشید، دوستتون داریم، دعاتون میکنیم، دعامون کنید. یا علی مدد. نبود غیر از خدا هیچ کسی نیست، از نردبون آسمون بالا برو ستاره باش، نشون بده که عاشقی، منتظر اشاره باش. خود توی مشکلات این همه دست و پا زدی، قصه نخور مشیعه ای، ما اسم ازم بلدی. غنیمت فرصت آم، لحظه ناب بندگی، با قصه ها کنار بیا، مثبت خیلی زندگی. غنیمت فرصت آم، لحظه ناب بندگی، با قصه ها کنار بیا، مثبت خیلی زندگی.